نوع پیشگویی هست. یک نوع پیشگویی راجع به حضوراً آینده بشره. مثل مثلا فرض کنید مکاشفه یوحنا در مثلا انجیل راجع به زمانهای آخر، مثل پیشگویی‌های زمان آخر خوده بود راجع به دجال، کل دجال، جغرافی ماجرا. این ها به خودی خود حافظ منافع فردی کسی نیست. در مورد عرفان قدرت، این قدرت ها در اختیار فرد قرار میگیره برای اینکه منافع شخصی خودش رو به کرسی بشونه. به قلب عرضی برای اینکه اهداف قدرتی خودش رو بهتر به اصطلاح بهش برسه. ولی یک سری مسائل هست که نه، کلاً راضی به منافع شخصی یا فردی و خود ما هم الان ممکنه راضی به 10 سال بعد یه پیشبینی‌هایی داشته باشیم. مثلا بگیم بردهداری مدرن، مثلا چیزی دیگه که شنیدید راضی به مثلا فرض کنیم الان 2010 2012، ولی در اینا هیچ کدوم منافع ما نیست، بلکه همش هشدارهایی است، بلکه همش مسئله اینجاست که آماده باشه. خب برای اینکه آمادگی پیش بیاد، وگرنه بحث منافع فردی شخصی تو کار نیست.